به نام خدا ادامه مطلب مدل ریاضی آب زمینی رو دنبال میکنیم با استفاده از روش جو استاتیستیکال آنالیز در نرم افزار ArcGIS. یکی از راههای اینه که ما بخوایم این ماتریس در حقیقت مود فلو گلوبال اپشنز و استارتینگ هد والیو رو در حقیقت پر بکنیم اینه که بیایم از روش کریجینگ خود نرم افزار GIS استفاده بکنیم. مثلا بعضیا از نرم افزار مختلف خوان استفاده بکنن توی GIS، بعد همین خطوط رو چیکار کنن منتقل کنن به داخل آموزش. برای این کار باید بیایم اینجا راست کلیک بکنیم، البته باید دقت بکنیم حتما توی تولز اکستنشن جو استاتستیکال آنالیز یا زمین روش آن تحلیل زمین آماریتون رو تیک زده باشیم. بعد اینجا میایم چیکار می‌کنیم، این جو استاتستیکال آنالیز رو اینجا فعالش می‌کنیم. بعد که اینو فعال کردیم باید این داده اپیزومتریک رو داشته باشیم. من میرم چیکار می‌کنم، استفاده از تولز اون داده ایکس ایگر رو که اونجا داشتم و میام چیکار می‌کنم توی جی بود توی درایو جی مسیر رو میارم، مسیرش رو به نام سنتیک فیلو آنفوتوز که مثلا 8 کانسپچوال مدل و این دقیقاً دادای پیزومتریکم که به صورت پیز فلان هست اینو چیکار می‌کنم ادش می‌کنم. این اینجا پیز فلان، این ایکس ای رگ، اینم زون پروژکتد هستش، یو تی ام هست، دبلیو جی اس 1984 هست و بیرجن توی زون 40 نیمکره شمالی چه قرار گرفته. اینو ادش می‌کنم، اینو اوکی کردم. اینجا داده‌های من به صفحه نمایش ویوی در افزار ArcGIS چی میشن؟ افزوده میشن. خب این داده‌هایی که افزوده شدن اینا اینجا میتونید چیه ببینیدش. من لایه‌های زیر رو خاموش میکنم. این پیزومترهای من هسته. گفتم که این پیزومترهای اضافی رو میتونید چیکار کنید؟ حذف کنید. حالا من اینو چیکار میکنم؟ اینهایی رو که در حقیقت دوست دارم و سلکت میکنم، بقیه رو چی؟ اینو به عنوان تنها سلکت، تنها لایه قابل انتخاب اگر چیز نیست، اینایی که در حقیقت مورد نظرم هست رو چیکار میکنم؟ انتخابش میکنم اینا رو. البته اون لایه چیز قابل انتخاب نیست چون اینجا چیکار کردم، اینو از این حالت باید درش بیارم. اینو اگه از این حالت سلکت کلیر سلکت فیچر رو اگه بزنم یا حالا فعلا اینو تبدیلش میکنیم، بعدش باز دوباره دادا رو دوباره به اینو من به عنوان این ذخیرهش میکنم یس yes. بعد این لایه رو باز از توش چیکار میکنم؟ استخراج میکنم. خب این اکسپورت آوتپوت من دیگه شد از حالت اکسلی در اومد، این فایل اکسلی رو حذفش میکنم. این فایل در واقع چیه من هستش؟ فایل جی آی اس من. حالا اینو میتونم چیکار کنم؟ میک از د توی سلکشن میک د اونلی سلکتبل لایرش بکنم اینجا. بعد اینا رو انتخاب کنم، پیزومترایی که در واقع مورد نظر من هست و برای جی آی اس استفاده کنم. اینو باز دوباره اینجا میارم چیکار کنم؟ اکسپورت ازش میگیرم تحت عنوان چی؟ پیز. این رو ذخیرهش میکنم یس yes. و این یکی دیگرش کار میکنم حذفش میکنم. خب این پیزو الان میخوام آماده هست برای چی؟ جدول اطلاع توصیفش اگه باز کنم اپراتیو تیبل اینجا دقیقا هده من این ستون هست، این مختصات هم هستش، پس اینو باید برای کلیکینگ هم استفاده بکنم. بیام اینجا توی قسمت جیو استاتستیکال ویزار اینجا هم اگه بخوام از سیمی برگرام استفاده کنم، این سیمی برگرام من اینجا هستش، این داده های من رو میتونه چیکار کنه؟ اینجا برام چیکار کنه؟ واریانسش رو نشون بده. این در حقیقت گامای اچ من هست، اینم دیستنس هستش که اینم در حقیقت نقشه خروجی من هست. اینم اگه بذارم اینجا هد رو، اینم خود مثلا لیر من این باشه، نامرم رنگ شد سرچ دیرکشن، مثلا این اگه بذارم چیکار میکنه؟ اتو لی اوت اینو یه چیکار میکنه؟ کلیکینگ رو برام میسازه. البته این که هم که ساخته رو باید فعلا نیازی نیست. اینو پس میام چیکار میکنم؟ اگه بخوام از روش کلیکینگ استفاده بکنم، پس میام سراغ همین قسمت، اینجا جو استاتستیکال ویزار رو میزنم، روش کلیکینگ رو انتخاب میکنم اینجا. بعد این لایه باید حتما اینجا انتخاب باشه پیز. اینجا هد رو میخوام چیکار کنم؟ برای مدل ریاضی استفاده بکنم. اینجا نکست رو میزنم، اینجا همین روش اوردینری رو فعلا دنبال میکنیم. بعد این سیبی وریوگرامی که اینجا میزنه به این ترتیب هستش، بعد اینو نکست میزنم، این مرکز داده عمرشون میده. اینجا اگه اسموسش رو در نظر بینیم مثلا 65 صدام، بعد این 65 صدام که یادم دقیقه داده هم چی شد،
بعد اینجا اگه استانداردش رو در نظر بگیریم، مرکز رو بذاریم اینجا، میاد شاید تاثیر در مرکز چیز قرار بده. اگه بخوام براش انیزوتروپی در نظر بگیرم، میتونم انیزوتروپی رو براش چیکار کنم، اعمال کنم. بعد اگه نکست رو بزنم اینجا خطا رو بهم میده، روت مین اسکوئر رو بهم میده و اوریج استاندارد ارور، و اینجا اینکلود رو میذاره که همه چی شدن یس شدن و اینجا خطا رو برام نشون میده. این خطاهای من هستش، تعداد نقاط من 23 تا هستش. اینو اگه فینیش بکنم، اگه بگم بخوام برگردم بک میکنم، دو مرتبه میام روش رو عوض میکنم، مثلا میگم مثلا روش گاوسیان انتخاب میکنم، اینجا ناگه تف صفره و باز دو مرتبه میام چیکار میکنم، خطا رو بررسی میکنم. اگه بهترین خطا رو دیدم که مثلا برازشش بهترین هست، و میام چیکار میکنم اینو، این مقدار مدل هستش، این پردیکتد هستش، این میجر خود داده ها هست، این پردیکتد هست، این خطا دقیقاً اختلاف بین این دوتا هستش. اینو اگه فینیش بکنم، اینو اوکی بزنم، یه چیه یک سی وی ورگرام برام رسم میکنه. حالا از این میتونم استفاده بکنم و این رو دقیقاً به یک رستر تو پوینت بزنم، یه اوردینر کرینگینگ رو اینجا فعلا نساختم، اینو باید بعدا به رستر تبدیلش کنم، یا ازش یک کانتور تهیه کنم، اینو مثلا اکسپورت رسترش میکنم، مثلا توی درایو تپ اینجا به نام آ ذخیرهش میکنم، سیف، اوکی. سل سایزش هم 50 متر میتونیم مثلا کم زیادش بکنیم، یس. بعد این آ رو میتونم چیکار کنم، به پوینت تبدیل کنم و پوینت رو طبق روش قبلی ببرم به نرم افزار جی ام اس و اونجا چیکار کنم ازش استفاده بکنم. حالا این آ اینجا اضافه شده، اینجا هستش، حتی اضافه نشد. حتی این روشی هم که در اینقدر چیز بود، اینو من دو مرتبه ببینم روشی بهتر از اینو داره یا نه. این آ هستش، این آ رو میتونم چیکار کنم، راستر تو پوینتش بکنم، وقتی به پوینت تبدیل شد پوینت ها رو ببرم توی نرم افزار جی ام اس، ازش چی بگیرم، مثل این حالت اینجا پوینتش بکنم، این پوینت ها رو هم چیکار کنم، اینترپولیت تو مالتیپل لیئرز بکنم، ازش استفاده بکنم.